توافقنامه امنیتی، کابوس 2014 و اقتصاد ایستا. در این روزها کمتر کسی را می توانید که دغدغه فکریش امضای توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن و کابوس 2014 نباشد. حتی افرادی که به درستی نمی دانند که 2014 یعنی چه وقت. اما همچنان ترس و نگرانی پابرجاست. گویی دیگر این تاریخ پایان تاریخ برای افغانستان است. 18 ماه گفتگوی فشرده در نهایت سرنوشت توافقنامه امنیتی را به لوی جرگه سپرد. لوی جرگه با چنین موضع‌گیری پایان یافت. نشست تحریری برای ما لاده ای رواده کرده. یک ابر قدرت دیگه از واجه خود مخالفت نمی کنه. و اگر بکنه حاضر است اینکه باز مظاهره را تجیب بکنه. مظاهره نه صاحب، قطع قرارداد. قطع قرارداد. با کم چیز یک دم قطع قرارداد. اینا تعهد کردن که افغان ها را در خانه هاشون میکشن. در جبو که رسر درست است چی خیلی امزا ورسر این را خو میگن این را خو برادر این را خو امزا کو خودت بعد از اوگه مخالفت کردن ما میدانیم اول اینا ثابت اگر امزا نکنین ما خفه میشه میریم امزا کنین که مسئلت فیصله شود جدی نمیشه آخرش هم به گفته خودش هجرت کرد اما تصمیم هنوز هم پابرجاست تصمیمی که حتی آنهایی را که هوای رهبری افغانستان را به سر دارند نیز نگران ساخته است ما موقف ما نیست که باید این موضوع حل شود و متاسفانه که هنوز ما ضرورت داریم به این که یک عده قوای بین‌المللی در افغانستان بانه و کمک های بین‌المللی به افغانستان ادامه پیدا کنه تا که ما بتانیم که به پای خود استاده شویم ظاهرا تنها موضع احتمال هرج و مرج پس از خروج نگرانی نیست بلکه مشغله فکری دیگر نیز به عنوان ترس شمرده می شود یکی از دغدغه‌های بزرگ نگرانی های بزرگ این موضوع است که اگر پیمان امنیتی امضا نشود معلوم دار اما کمک هایی را که جامعه جهانی به افغانستان وعده شده بود شاید به وعده خود وفا نکنند و این باعث به وجود آمدن بحران در افغانستان خواهد شد زمان میگذرد و چانه زنی با تاکید پیش شرط ها همچنان پابرجاست اما خواستم از سوی شما اینچنین خواست ما از جناب رئیس جمهور رئیس جمهور فعلی و یا بعد از انتخابات هر رئیس جمهور دیگه که میاد در هر وقتش احترام به فیصله مردم است و هدف اولویت کاریشان باید خیر و رفاه و عزت کشور باشه و حل بحران ها باشه نه بحران پیدا کردن و بحرانی تر ساختن مسائل وضعیت همچنان غیر قابل پیش بینی شده اما این سیاستگر و رقیب پیشین رئیس جمهور در انتخابات جنجال برانگیز 2009 چنین فکر این مسئله بسیار مهمه در گروگان گرفتن و مردم در یک حالت بلا تکلیفی قرار دادن و سرنوشتی پیمان در بلا تکلیفی قرار دادن این از صلاحیت رئیس جمهور افغانستان نیست اگر جرگه مشورتی را خواستن لوی جرگه مشورتی را خواستن و به اونا وعده سپردن که فیصله شما فیصله ما هست باید به فیصله از اونا گوش فرا بدن در نهایت وضعیت هم این چنین روزی کمی امضا نشده و این را معطل می سازن کاروبار ما در مجموع خراب شده و پیش از این مسئله یکان خرید و فروش می شد از یک دوتا موتر یک تا موتر می فروختیم امی که پیمان امنیتی به تعویق افتاده خرید و فروش و این بازار موتر رو به سقوط است سرانجام پرسش های اصلی این است که آیا واقعا دیگر امضا نکردن توافقنامه به عنوان یک گزینه روی میز است چرا ایالات متحده آمریکا همچنان تاکید بر امضای توافقنامه امنیتی تا پایان سال جاری میلادی دارد و در نهایت در فضای موجود سیاسی ادامه را با این مسیر ناروشن چه پیامد را به همراه خواهد داشت سلام و وقت بخیر بیننده بر روایت دیگر از شبکه جهانی تولو نیوز و
طلا هستید. آقایان طاهر هاشمی، استاد دانشگاه، احمد بهزاد، عضو مجلس نمایندگان، همین حبیبی، آگاه روابط بین الملل با ما هستند. میمونان گران قدر خوش آمدید. البته باید گفت که خبر تازه هم، یعنی حاکی از خبرنامه ریاست جمهوری در مورد فشار آمریکایی ها برای چگونگی امضای توافقنامه امنیتی به دست ما رسیده است. در این خبرنامه گفته میشه که جلسه شورای امنیت ملی دایر گردید و در مورد قطع تیل و اکمالات از جانب ایالات متحده آمریکا بر اردوی ملی و پلیس ملی که در دو سه مورد در برخی از جزئیات‌ها صورت گرفته یادآوری شد و اظهار داشتند که این عمل خلاف تعهدات قبلی آمریکا میباشد و دست کم در آخرین مورد اشاره شده که قطع نمودن تیل و خدمات حمایتی بر اردو و پلیس ملی ما من حیث وسیله فشار از جانب ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد تا افغانستان با چشم پوشی از شرایط خیش قرارداد امنیتی را با آمریکا به امضا برساند و در نهایتش گفته شده این رابطه فقط از طریق همکاری می‌تواند به نتیجه برسد، نه با واسطه اعمال فشار و ایجاد وابستگی. آقای حبیبی، واقعا دیگر گپ به اینجا رسیده که آمریکایی‌ها بیاین ایجاد فشار بکنن و ذهنیت وابستگی ایجاد بکنن تا توافقنامه امنیتی به امضا برسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما مهمانان برنامه و بینندگان عزیز، اول اینکه ببینید ایالات متحده آمریکا کشوری است که اگر بخواهی یک پالیسی را تغییر بده به زمان بسیار زیادی نیاز داره و من فکر میکنم که به صورت خلاصه در پاسخ به سوال شما در این موردی که خواستی که گفتین، من فکر نمی کنم که هیچ نوع پالیسی در سطح حکومت و ارتش ایالات متحده آمریکا باشه که دست به چنین اقداماتی بزنن. اگر هم یک وقتی تصمیم گرفته شود که ایالات متحده آمریکا در بودن خودش، در تصمیم خودش تجدید نظر بکنه، یک سیاست کلی، یک پالیسی کلی حکومتی و دولتی را می خواهد که باید تغییر بکنه، نه اینکه در بخش هایی اینا بخوان به صورت عرض کنم که عملیاتی در بعضی جاها اقدام به قطع کمک بکنن یا تیلی که شما گفتین تا اعمال فشار بکنه. اعمال فشار معمولا از سوی دولت ها این گونه نیست. اینا ممکن است که موارد بسیار منزوی و باش، اگر هم باشه که من گفتم نمیدانم که در این اطلاع در دست من نیست، ولی برگردیم اگه اجازه بدین یک نگرش کلی نسبت به همین اصلا توافقنامه امنیتی داشته باشیم. ببینید در تاریخ کشورها لحظات پیش میاد، در مقاطع پیش میاد که میتونن در او مثل یک انتخاب سیاسی است که شما اگر خوب انتخاب کردی، خود را در به صورت فردی میگم، میتونی از در موقف بسیار بسیار خوب خودت را قرار بدی، ولی اگر از اون فرصت استفاده نکردی ممکن است که خودت را در سراشیب سقوط قرار بدی. افغانستان به دلایل مختلف این فرصت طلایی برش پیش آمد که ما در این 12-13 سال به نحوی از این کم یا زیاد، خوب یا بد استفاده کردیم و کشور در مسیر قرار گرفته که میتونه وارد یک زندگی نرمال و عرض کنم که تعامل با جامعه جهانی، با کشورهای منطقه و آوردن ثبات در این منطقه شود. در برای اولین بار در تاریخ کشور ما مردم افغانستان در لوی جرگه عرض کنن که مشورتی برای اولین بار تصمیم میگیرن، بس اکثریت قاطع تصمیم میگیرن که از حضور یک متحد بیرونی در حضور نظامیش در افغانستان حمایت بکنن. این یعنی چی؟ یعنی درک مردم افغانستان نسبت به این به شدت بالا رفته که دیگر زمان قرن 19 و 20 نیست، زمان امروز است که میشه در تعامل با جهان استفاده از امکانات جهانی برای عبور دادن خود و کشور خود از گردنه‌های خطرناکی که در این منطقه دامن ما را گرفته بود از این استفاده بکنن و این به نظر من بسیار نقطه میمون است. فراموش نکنیم که جناب رئیس جمهور در پیام رادیویی خودشان هم گفت که ملت افغانستان، مردم افغانستان و هم لوی جرگه قرارداد امنیتی را به صورت کلی تصویب کردند و تایید میکنند. حالا با ماست که ما شرایط خود را اعمال بکنیم و فکر میکنم که در پس این حرف میتونه این معنا را میشه استنباط کرد که جناب رئیس جمهور درک کردند که مردم افغانستان، لوی جرگه مشورتی تماما تایید کردن که این قرارداد امنیتی باید امضا شود و فکر میکنم که خودشان هم این رو درک کرده باشم از دیر یا زود، که فکر میکنم زود باشه، امیدوار هستم زود باشه، این امضا خواهم کرد. آقای هاشمی،
با اضافه این که دست کم این خبرنامه نشان میده که اساسیت مسئله توافقنامه امنیتی امضایش خیلی زیاد شده. زمانی که به این صراحت حکومت افغانستان خبرنامه ای را میفرسته و در شورای امنیت به صراحت گفته میشه که آمریکا نباید با اعمال این چنین رفتارهای باعث فشار بالای حکومت افغانستان شود و بخواهد ذهنیت وابستگی ایجاد بکنه، این را حل نیست. و در نهایتش آقای عبی فکر میکنن که خب بالاخره جمهور به این نتیجه رسیده است که این توافقنامه باید در نهایت امضا شود یا لوی جرگی مشورتی تصمیمش را گرفته، موافق هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بارز سلام به شما جناب دکتر سیب و جناب بیزاد سیب و بینندگان تلویزیون طولونیز. عرض بکنم که مسئله که بین دو کشور به جایی میرسه که نیازمندی هایشان ایجاب میکنه که یک موافقت نامه امضا شود، گویای عزیز که هر دو کشور موضوعات و نیازمندی هایی دارند که باید از طریق از این برنامه و از این پیمان او برآورده شود. همونطوره که جناب دکتر سیب گفتن، افغانستان بالاخره بعد از چند سال موفقیت پیدا کرد که یک پیمان امنیتی را با یک کشور بزرگ دنیا که او تاثیرات بسیار مثبت در موقف افغانستان از لحاظ منطقوی و از لحاظ جهانی داره این پیمان را امضا بکنه. و پیمان هم سرش بیشتر از یک سال کار شد. ایجاب زیر میکرد که آنچه نیازمندی ماست و آنچه ما میخواییم و مطابق منافع ملی ما هست او در این پیمان گنجانیده شود در متنش، تا ای که وقتی که به لوی جرگه مشورتی ارائه میشه یک متن کامل باشه که آرزومندی های مردم افغانستان و منافعشان انعکاس بدن. متاسفانه خب در لوی جرگه مشورتی اکثریت افرادی که در اونجا آمده بودن این را تایید کردن و تاییدشان مبنی به این بود که مردم افغانستان از اوضاعی که در 10 سال گذشته در افغانستان حاکم بود خسته شده بودن و میخواستن که یک راه فرار پیدا شود که لااقل از این به بعد افغانستان به اون مشکلات و مصائب دوچار نشود که در 10 سال گذشته به او دوچار بودن. لحظه ایجاب زیره میکرد و یا اصولا باید مطمئن شد که این پیمان امضا میشد، اما آنچه شرایطی که بعدا جناب رئیس جمهور مطرح کردن این موضوعاتی بود که در متن به او شکل و به او صراحت گنجانیده نشده بود. ولی باز هم ای که جناب رئیس جمهور این مسئله را بسیار جدی گرفتن، باید انتظار داشته باشیم که طرف مقابل هم اگر به می موضوعات کوچک منهمک شوه یک عکس العمل است در برابر این حرکاتی که در آخر پیش گرفته شده. لحظه با وجودی که مردم افغانستان در مجموع و کشورهای دیگه حتی به این عقیده خواهد بودن و هستند که این پیمان در نهایت امضا میشه، اما با یک سلسله شکررنجی هایی که پیدا میشه که از این طرف و طرف نتایج منفی از رو ما میبینیم. و در عین زمان خود ما باید این رو متوجه باشیم که هرگاهی که این پیمان امضا نشود شرایط در افغانستان چگونه خواهد بود و سال 2014 ما چگونه استقبال خواهد کرد. این سوال هم بهتر پاسخ بگویید آقای بیزاد. در نهایتش از همین خبرنامه ریاست جمهوری چی چیزی میشه استنباط کرد نسبت به چگونگی رابطه ایالات متحده آمریکا و افغانستان مبنی بر یا با محوریت توافقنامه امنیتی بین دو کشور؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که آنچه که در خبرنامه ریاست جمهوری آمده خصوصا در نصیحت آخریش حرف درستی هست، یعنی دو طرف نباید که از اهرم فشار و یا سیاست فشار آوردن و دستاویز قرار دادن بعضی موضوعات در روابط دو کشور استفاده بکنند. این برای ما مشکلات خلق خواهد کرد، همچنان که جناب استاد گفتن هر دو طرف را متحمل ضررها و آسیبها و هزینه های خواهد کرد. اما توجه داشته باشید که آنچه که جناب آقای کرزی خودش اعلام میکنه علنی میگوید که چون امریکایی ها آمدن که بمانند بنابراین ما تا میتانیم فشار بیاریم، خب اینجا همون مسئله معروف هست که رتب خورده کی تواند من رتب کنه.
خود ایشان وقتی که از این سیاست بهره میگیره دیگر نمیتواند که جانب آمریکایی را نصیحت بکند که شما این کار را نکنید، بیایید به همکاری بیندیشید. من فکر میکنم که هر دو کشور منافعشان چنان به هم گره خورده، خصوصا در مقابل دشمن مشترک به نام ترور و دهشت افکنی، که به وجود آوردن چنین مسائلی در روابط دو کشور هر دو طرف را آسیب خواهد زد. اگر ایالات متحده آمریکا در شرایط فعلی خواسته باشه که با قطع مواد ضروری که نیروهای نظامی افغانستان، ارتش ملی ما، پلیس ملی و سایر ارگانهای ما به اون نیاز دارن، اینها را وقفه ایجاد بکنه در اکمالات رساندن، به منظور این که مردم افغانستان متوجه شن و یا دولت مردان افغانستان متوجه شن، من فکر میکنم که این کار پسندیده و معقولی نیست. اما آقای بیزاد با پوزش، آقای بی اشاره کردند کشور مثل ایالات متحده آمریکا نمیایه با این شیوهش فشار وارد نمیکنه. فرض میگیریم که اگر چنین کاری را خواسته باشه انجام بده، که مثلا دولت مردان افغانستان متوجه شوند که تا چه اندازه توان دارند، یک وقت او شعارهایی که میدن که ما شیر هستیم و چی هستیم و اینها خود از اینها تحت تاثیر این شعارهای خود قرار نگیرند و مردم افغانستان هم متوجه شوند که در چه شرایط پرمخاطره قرار دارند، اگر فرض میگیریم اگر چنین کاری که آقای کرزی و دفتر ریاست جمهوری وای در این خبرنامه گنجانده، اگر آمریکایی‌ها خواسته باشند چون این کاره بکنند، در راستای منافع خودشان هم نیست. در مقابل کاری که آقای کرزی میکنه، شرط تراشی، بهانه تراشی، هر روز شرایط خود را تغییر دادن، شرایط جدید اضافه کردن، این فقط افغانستان را آسیب پذیر میسازه، منافع ملی افغانستان و امنیت ملی ما را بسیار مورد تهدید قرار میده. توجه داشته باشید که انمی بحث کشتار غیر نظامیان، یعنی توقف کشتار غیر نظامیان، اگر آقای کرزی بیشتر از این روی این شرط پافشاری کند، این شرط میتونه که کارآمدی دیگری داشته باشد، در اختیار گروه طالبان قرار بگیرد، حتی در مورد استفاده حلقات در بیرون از افغانستان در کشورهای همجوار ما قرار بگیرد، که از این اهرم علیه مناسبات دوستانه افغانستان و ایالات متحده آمریکا استفاده بکنند. بنابراین این شرط تراشی و این وقفه در همکاری ها به ضرر منافع هر دو کشور میتونه باشه. سپاسگزارم. آقای عبی، چند موردی که زمانی که رئیس جمهور به صراحت میگه که آمریکایی ها اینجا نیامدن که برن، در مورد دیگه هم به صراحت میگه که طالبان در خدمت آمریکایی ها هستن، بعدش میایه میگه که آمریکایی‌ها سیاست دو پهلویی را بازی می‌کنند، از یک جهت میان میگن دزد را میگن دزدی بکن، با این لفظی که خودشون استفاده کرد، صاحب خانه را میگه با خبر باش، و در آخرین سخنرانیش هم در مورد روند صلح تامین ثبات افغانستان چیزهایی را گفت و حرفای ناگفته‌ای را دست کم برای مردم بیان کرد که ناشی از نارضایتی رئیس جمهور کرزی نسبت به سیاست گذاری آمریکایی‌ها بود. حالا به عنوان کسی که دست کم شما هم لحاظ تئوریک این مسائل را دنبال کردن و در عمل هم کار کردن با جریان‌های مختلف، دست کم واقعا فکر میکنید که آمریکایی‌ها هم خیلی صادقانه برخورد نمی‌کنن؟ ببینید، من این که جناب رئیس جمهور چه دلایلی برای این نظریات خودش دارن، واقعا به اون نمیتونم چه دلایلی هستن و به چه اطلاعاتی دسترسی دارن که بر اساس از اونا این قضاوت رو میکنن. مثلا یک اطلاعاتش در مورد گشایش دفتر قطر به صراحت عنوان کردن، دوم در مورد تلفات سربازان ارتش و پلیس ملی. ببینید شما، تلفات سربازان ما و عرض کنم که نیروهای امنیتی ما، بالا رفتن و پایین آمدنش بستگی به شرایط داره، بستگی به عرض کنم که وقتی شما مناطق بیشتر و وسیع‌تر در اختیارشون قرار میدید، میزان تلفاتشون ممکن است بالا بره، به خصوص یک منطقه رو شما در نیروهای ما میسپاری تا اونا اونجا جاگزین میشن و عرض کنم که مستقر میشن، زمان میبره، ممکن است در اونجا تلفاتی داشته باشه. اینا بس گفتم که شاید من حداقل برای من دلایلی نمیشه که بگویم که نیت منفی پشتش خوابیده. عرض کنم که من با همونطور که شما فرمودین با در پست های مختلفی با جامعه بین المللی کار کردیم و به اطلاعات دقیق هم دسترسی داشتیم و میخوایم بگویم که ما بارها حتی وقتی که زمانی با آیساف کار میکردم، با عنوان سخنگوی آیساف مستقیم به دوربین نگاه کردم و به مردم افغانستان گفتم اگه من ذره چیزی ببینم که در اونجا بوی از توطئه و از چیزی باشه به مردم خواهم گفت. و انصافا من واقعا کوچکترین چیزی را که در اونجا نشان بده که توطئه‌ای در کار است من ندیدم، حداقل من ندیدم. و میخوایم بگویم که تحت این
ذهنیت هم نباشیم که جامعه بین المللی اینجا هستن و نمیرن و به هر شرایطی نمیرن. لحظاتی هم رسیدن مشخصا در ایالات متحده آمریکا. مشخصا شما وقتی که میگیم ایالات متحده آمریکا، بدون ایالات متحده آمریکا هیچ پارتنری در اینجا باقی نمیمونه. مثل که خود رئیس جمهور هم اشاره کرد. و عرض کنم که این که به لحظاتی رسیده که ممکن بوده که ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیره و اینجا را ترک بکنه. و چون که پیشتر گفتم که در ایالات متحده آمریکا وقتی یک پالیسی، یک تصمیمی گرفته میشه، و خصوص در نهادهای تصمیم گیر در داخل ایالات متحده آمریکا، دیگه با این را شما نمیتونی با پالیسی‌های مقطعی تغییرش بدی. این است که من فکر میکنم که خواست من به عنوان یک کارشناس این است از رهبران افغانستان، به خصوص از جناب رئیس جمهور که حداقل من اطلاعات خود را با ایشون شریک میشم، این است که قضیه جدی است. اگر جامعه بین المللی در لحظات قرار بگیرن که مجبور شون، مجبور تصمیم خواهند گرفت و ممکن است تصمیمی بگیرن که به منافع ملی ما نباشه. این یک نکته. نکته دیگر که شما پیشتر از کلمه فشار به کار بردین، گفتین که ممکن است که ما رو تحت فشار قرار بدن. چیزی که خبرنامه ریاست جمهوری گفته. اگر فشار مقطعی در روابط ایالات متحده آمریکا با افغانستان صورت نمیگیره، مگر اینکه در کنگره مثلا بودجه رو قطع بکنن، در یک قسمتی تحت فشار قرار بگیره که بودجه قطع میشه. این دیگه دست مقطعی نیست. این یک پالیسی است که از طریق دستگاه ارسکون تصمیم گیری ایالات متحده آمریکا اعمال میشه. در مورد فشار ببینید، ما اگر عقلانی به مسائل بیاندیشیم، ما همکنون تحت فشار هستیم، تحت شدیدترین فشارها هستیم و او فشارها ناشی از وضعیت ما در کشور و در منطقه است. شما ببینید هم در آخر مقدمه برنامه‌ای که داشتین، شما دو نفری که گفتن که موترشان را نمیتونن بفروشن، در او دو روز بعد از لوی جرگه اتفاقا مصاحبه انجام شد، من تعقیب میکردم و گفتن که در اون دو روزی که بعد از لوی جرگه اینا حتی یک موتر نفروخته بودن. این است که فشار، اگر ما واقعا به منافع ملی، به منافع افغانستان فکر میکنیم، اینا فشار است. فشارهای دیگه ایش این است که ما اگر با بی احتیاط برخورد بکنیم، در منطقه وضعیت بسیار بسیار آسیب پذیری داریم. هنوز ما نتونستیم به صورت 100% روی پای خود ایستاد شویم تا بتونیم از امنیت خود و از منافع ملی خود دفاع بکنیم. شما یک مثال خیلی کوچکش، 4.1 میلیارد دلار در کنفرانس شیکاگو به ما وعده شد. خب وقتی جامعه بین المللی میره، ما نمیتونیم اینا رو دیگه تامینش بکنیم. افغانستان نه تنهایی، ببینید امضا کردن این قرارداد نه تنها به نفع افغانستان است، بلکه به نفع منطقه است، باعث ثبات در منطقه میشه. حتی حلقاتی که در منطقه هنوز به این فکر باشن که میشه از طریق نظامیگری، از طریق استفاده از ابزار تروریسم در به منافع خود برسن، به این نتیجه خواهند رسید که با حضور ایالات متحده آمریکا در اینجا دیگر این آپشن باید از میزشان دور شود و باید وارد تعامل با افغانستان شوند و این باعث ثبات در منطقه خواهد شد. عین موضوع را که مرتبط با مسئله توافقنامه امنیتی و چگونگی امضایش است، در چند مورد خاص که اشاره کردم، آقای عبی گفتند که خوب من فکر نمی کنم که چنین سوء نیتی که دست کم از سوی حکومت افغانستان در مورد پالیسی ایالات متحده آمریکا مطرح میشه دقیق باشه. اما سوال هی است که اگر چنین چیز دقیق نیست، چرا رئیس جمهور کرزی به کرات میاد چنین موضوع را عنوان میکنه؟ این دست کم به عنوان یک شهروند افغانستان در ذهن هر کسی این سوال را ایجاد میکنه که کسی که در دست کم این کشور رهبری میکنه، چرا در موارد خاص میای اشاره میکنه که خوب آمریکایی ها طالبان در خدمت آمریکا هستند، توافقنامه امنیتی را با شرط تامین امنیت و آوردن صلح امضا میکنم و هم مسائل این چنینی که دست کم نگرانی را ایجاد میکنه. بله، عرض کنم که ای که چقدر این مسائل جدی مطرح شده و یا به صورت سطحی نگری شده، این مسئله را یک طرف بگذاریم، مسائل است که بعدا ممکن است افشا شود، اما مسئله اساسی است که برای افغانستان در حالت ورشکستگیش زمینه مساعد شد که گفتیم یک قرارداد یا یک پیمان امضا بکنه. حالا ما چگونه از این پیمان برای ورشکستگی های خود استفاده میکنیم، این مربوط به ما هست. جناب آقای کرزی ممکن است که بسیار سخنانشان در بعض مواقع بسیار درست و مطابق منافع ملی افغانستان، اما گفتیم اول که در متن پیمان باید امضای جا داده می شود. در پالیزی امروز فرض کنین که چیزهایی را که آقای کرزی در این می گنجانه، ببینیم که اگر
طرف مقابل با وجودی که نیازمندی های داره در قالب امون نیازمندی های خود تا کجا میتونه که این پیشنهادات قبول بکنن. چرا از لحاظ پروسیجر کار نادرست است که شما یک متن تهیه بکنین و بعد از او باز پیشنهادات اضافی رو برین و یا امضایش موکول بسازین به ای که اول باید اینا این موضوع را ثابت بسازن و اثبات برسانن بعد از او باز امضا میکنیم. این هیچ وقت نمیشه. اما از نظر مردم افغانستان، از نظر ای کارشناس های افغانستان به این مثلا نظر بکنیم که هرگاهی که این پیمان با این فشارهای کوچک یا از طرق فشار و اینا بالاخره ما مجبور بسازیم که این پیمان امضا نشه، که من فکر نمیکنم یقینا امضا میشه اما پس از یک سلسله جار و جنجال ها، اما فکر بکنیم که هرگاه که امضا نمیشه کی زیادتر متضرر میشه؟ یقینا اعضای متحد امریکا هم چون نیازمندی های دریجو داره او هم متضرر میشه. اما حالتی که در افغانستان میه حالت خود بود که ما نخواد بتانیم که او را تحمل بکنیم. ولی حضا بگذاریم از این که چی چیزها روی فشار میه یا ایست که به سبب تصادف میه، اما راجع به حیات آینده خود بعد از سال 2014 ما مطمئن باشیم که حالات به وجود میه که ما در منطقه ممکن است که به تنهایی با او نتانیم که دست پنجه نه. آقای بیزاد، آقای هاشمی هم برای اشاره کردن زمانی که متن تهیه میشه و لوی جرگه هم در موردش میه صحبت میکنه، اضافه ساختن شرایط و پیش شرط هایی که دست کم آمریکایی ها هم خودشان میگن که شگفتی زده شدیم، از کجا پیدا شد؟ اجازه بدید که من یک مورد دیگر هم اضافه بکنم بر افزودن شرایط و تولید شرایط جدید و بهانه های جدید توسط آقای کرزی. متاسفانه جناب آقای کرزی ده خاصیت یک ویژگی های یک دولت مرد را داره که یعنی منافع کلان کشور خود و ملت خود را در نظر بگیره و نه هم با مردم خود صادق هست، یعنی صادقانه موضوعات را با مردم در میان نمیگذاره. شما ببینید در همین جرگه که برگزار شد و جناب آقای کرزی چقدر سر از این مانور داد و چقدر روی آمادگی از این تبلیغات صورت گرفت و حتی اعلام کرد خود آقای کرزی در روز افتتاحیه که در برابر فیصله ها، در حالی که جرگه مشورتی بود، گفت در برابر فیصله هایش هیچ کس نمیتونه که مقاومت بکنه، هر چه که باشه باید بر ما محترم هست. در فردای ختم جرگه یک چیز، یک فقره دیگر یا یک ماده دیگر تحت عنوان نوت در قطعنامه گنجاندن که در اونجا به تصویب رسیده بود، در اونجا گنجاندن که در پایان قطعنامه در سایت جرگه مشورتی هم هست و در مطبوعات هم منتشر شد، در اونجا آوردن که اعضای جرگه مشورتی از سخنرانی اختتامیه جناب رئیس جمهور حمایت میکنند و این مواد دزی باید در سند در کنار قطعنامه گنجانده شود. ما فکر میکردیم که واقعا بعد از اختتام جرگه کدام نشست صورت گرفته و دوباره اعضا جمع شدند و یک فیصله جدید کردند، چون آنچه که در تلویزیون ها همه مردم افغانستان دیدن اعضای جرگه از سخنان جناب آقای مجددی رئیس محترم جرگه حمایت کردند و همه فشار می آوردند که آقای کرزی باید هرچی سریعتر این سند را امضا بکنه. قبل از سفر حضرت صاحب مجددی ما با ایشان دیدار داشتیم و از ایشان پرسان کردیم که شما بعد از جلسه اختتامیه هم آیا نشست داشتید؟ ایشان گفت خیر، تمام شده بود و اعضا پراکنده شدن و هر کس پشت کار خود رفت. گفتیم که چون این چیزی اضافه شده، ایشان حیرت کرد، گفت من که رئیس جرگه هستم هیچ در جریان نیستم. ببینید حکومتی که با کسانی که جمع‌آوری کرده به عنوان نمایندگان مردم و نماینده افکار عمومی با اینها هم صادق نیست، عملا در مصوبات اینها دخل و تصرف میکنه. وقتی که یک زمامدار با ملت خود صادق نباشه چگونه توقع دارید که با شریک امنیتی خود و با شریک خارجی خود صادقانه برخورد بکنه؟ ما برمیگردیم سر بهانه تراشی های جناب آقای کرزی. شروط آقای کرزی را پایان نخواهد بود. آقای کرزی هر روز شرط دیگر، بهانه دیگری خواهد افزود و بهانه هم کم نیست. الا ماشاءالله در روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا میشه که آدم بهانه تولید بکنه و شرط بگذاره. اما آنچه که
ایده پنهان آقای کرزی هست که سبب شده که این انعقاد این قرارداد را به عنوان یک گروگان نزد خود نگه داره مقاصد انتخاباتی است. آقای کرزی تقریبا با صراحت مطرح ساخت موضوع انتخابات را در سخنرانی اختتامی خود. آقای کرزی دنبال ایست که با تولید این فشارها و این بهانه ها سر ایالات متحده امریکا و همپیمانانش را وادار بسازه که همچنان که در انتخابات اول ریاست جمهوری تمام توان خود را متمرکز کرده بودند برای به پیروزی رساندن آقای کرزی، از نامزد مورد نظر آقای کرزی چون این حمایتی صورت بگیره، یعنی عملا وارد کارزار انتخابات افغانستان شود امریکایی ها و دست از تأکیدات خود برای شفافیت انتخابات بردارند. آقای کرزی ایده اصلیش مقاصد انتخاباتی است، اما برای فریب افکار عمومی و برای اینکه خود را یک حالت قهرمانی نزد افکار عمومی ارائه بکنه ای بهانه ها را تولید میکنه. سپاسگزارم. آقای ابی، در پهلویتی بگذارید از یک زاویه دیگه هم برای چگونگی امضای توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن نگاه بکنیم. زمانی که رئیس جمهور میگه که خوب این یک مجبوریت است و والله این که غیرتم هم به من اجازه نمیده چون این کار را انجام بدم، یک سوال در ذهن همگان خطور میکنه که آیا واقعا اگر مجبوریت نباشه امضای چنین توافقنامه در واقع زیر سوال رفتن غیرت هست؟ یک. دوم، هستن افراد دیگه که انتقاد میکنن از یک جمعی که میاین حمایت میکنن میگن این توافقنامه امضا شوه، دیدگاهشون این است که امضای این توافقنامه به معنی غلامی به امریکا است و این افرادی که میاین از این توافقنامه حمایت میکنن خیلی ها منافع فردی خود را ترجیح میدن تا اینکه بیاین منافع ملی افغانستان را بر اساس پیش شرط هایی که جمهور تعیین کرده ببینن. پاسخ شما چیست؟ ببینید، یک پاسخ ساده به او بخش دوم شما عرض کنم که یک جمع اشتباه نمیکنه، یک ملت اشتباه نمیکنه. تصمیم ملی بود، تصمیم ملی است، تصمیم افراد نیست در اینجا. و وقتی یک ملت تصمیم میگیره در ناخودآگاه خودش، در تجارب گذشته خودش این تجربه کرده و دیدن که با چنین سیاست هایی چه بلاهایی را کشیدن. شاید این دوستان ما که یک چنین حرفایی را میزنند در جنگ های کابل نبودن، شاید اینو کسانی باشن که عرض کنم در زندگی نسبتا مرفعی داشتن، در جاهایی بودن و درد مردم را نچشیده بودن، خانه‌های مردم را که عرض کنم با موشک خراب شد و از بین رفت، عرض کنم که این کشور زیر چکمه های عرض کنم که هر کسی را که در دنیا نمیخواستن، هر افراطی را که نمیخواستن اینجا صادر میکردن، از این اینا را نچشیده بودن. خب همینجا با پوزش یک استدلالی که در این مورد هم صورت میگیره، اول این که شماره که به این نظر هستن میگن که خب ما آمدیم شوروی را یک بر قدرت او زمان را از پا در آوردیم، اگر قرار می بود که به باور خودشان غلامی را قبول میکردیم پس چی نیاز بود که شوروی وارد گیر میشد؟ دوم میگن که حتی اگر شما میایین مسئله جنگ های داخلی را مطرح میکنین، این آمریکایی ها بودن که یک زمان آمدن حمایت کردن و یک زمان هم مردم افغانستان را تنها گذاشته. ببینید، من اگه اجازه بدین اینجا باز یک مقدار آکادمیک این صحبت کنم که یک نکته رو باز کنم اینجا که به خصوص برای کسایی که در دانشگاه هستن عرض کنم که دانشجوان مهم باشه. ببینید، یک نگرشی که به ملت و دولت ملت هست در تاریخ روابط بین الملل و سیاست میشه دو سه دیدگاه هسته که فرهنگی است عرض کنم بر اساس تجارب تاریخی است و بعضش هم دیدگاه نسبتا مدرن است که بیشتر بر انقلاب کبیر فرانسه برمیگرده. در دیدگاه قرن 19 بیشتر این دیدگاه معنا داشت و طرفدار داشت که غلامی و نمیدونم عرض کنم که ما اگر وارد تعامل با جهان شدیم دیگه امضا کردیم غلامی را. در نگرش امروز و فکر میکنم که من در اولم گفتم که مردم ما که تصمیم نگرفتن، نگرش مدرن است، درک مدرن است، عقلانیت مدرن است که درک میکنن که در تعامل با دنیا میتونن خود را حفظ کنن. و نوع نگاه رئیس جمهور چیکونه؟ و من فکر میکنم که جناب رئیس جمهور بارها و بارها گفتن که ما نیاز داریم که امضا بکنیم، ولی غیرتشون بالاخره اجازه نمیتند. اینکه اون بخشش خب ممکن است پاسخ به یک عرض کنم که یک تعدادی از کسانی باشه که ممکن است این نگرانی ها رو دارن، ولی در کلیتش جناب رئیس جمهور بارها گفته که این به نفع ماست که ما ایره امضا بکنیم. و عرض کنم که در این نگرش ملی قرن 19 بیشتر این مسائل مطرح هستند، ولی وقتی که امروز در دنیای امروز دیگه شما دیدگاه ها از دولت ملت به مارکت کانسیومر یا
بازار و مصرف کننده تبدیل شده. شما امروز اگر تخصصی داشته باشی بری ایالات متحده آمریکا، شما رو با آغوش باز اونجا استقبال میکنه، از شما از تخصصتان استفاده میکنه در جهت توسعه کشور خودشان، و اونجا هیچ وقت نمیگه که شما رنگ پوست شما چگونه است و از کجا آمدین. همین که وارد اون کشور شدین میپذیرن، به خاطر از اینکه نیاز بازار و عرض کنن که مصرف کننده هستن. ولی ما هنوز این دیگاره که میبینیم دیگاه خیلی دیگاهی کن است. برای مزین دنیا خیلی تغییر کرده، امروز خیلی چیزها واقعا عرض کنم که تغییر کرده که ما کم کم مردم وارد شدن، یعنی مردم پاسخ مردم به می. شما در لوی جرگه ببینید، من یک مثال رو نمیفهم که میتونم این مثال رو که از دوستان برای من میگفت که در یک از کمیته ها عرض کنم که فردی آمده بود که کاملا برای تخریب لوی جرگه آمده بود، ولی وقتی که صحبت‌های اول جناب رئیس جمهور را دید گفت حتی اگر من خطر را قبول میکنم ولی دیگه وارد پروسه شده. من میفهمم که راه نجات ما مردم در همین است که وارد تعامل با جهان شویم. سپاسگزار. حالا در محور دیگر، چه رابطه‌ای میشه در چانه‌زنی روی توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن مرتبط با انتخابات آینده افغانستان تصور کرد؟ پس از میان برنامه کوتاه آقای هاشمی پاسخ دهند. باز هم خوش آمدید بینندگان، به روایت دیگر از شبکه جهانی تولو نیوز و تولو هستید. با نگاه بر چانه‌زنی ها روی توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن، میشه با چه دیدی نسبت به رابطه این توافقنامه با انتخابات آینده ریاست جمهوری تصور کرد؟ آقایش عرض کنم که یکی از موضوعات را که جناب رئیس جمهور به بسیار صراحت گفتن که این موافقتنامه را امضا نمیکنن تا نتیجه انتخابات آینده دیده شود. اولی که سوال برانگیز است که چرا در او وقت امضا میشه، در حالی که انتخابات وقتی که تمام میشه دیگه جناب رئیس جمهور نیستن. و ای فکر نکنم که از لحاظ تکنیکیش درست باشه که مذاکرات یک حکومت انجام بده و امضای موافقتنامه را یک رئیس جمهور دیگه. به این اساس اتر یک ذهنیت پیدا میشه که احتمالاً بین این مذاکرات و بین از این پیشنهاداتی که پس از امضا پیشنهادهای آقای کرزی مطرح میشه، این بعضی چیزهایی را ممکن در خود نهفته داره که ما او را دیده نمیتونیم. و اتر فکر میشه که جناب آقای کرزی احتمالاً کاندید دارند که مورد نظرشان است و با این پیشنهادات میخواین که امتیاز بگیرن که هرگاه شخص مورد نظرشان در انتخابات کمک شود تا ای که به قدرت برسه، این پیش شرط ها را میگذارن که وقتی اون نفر مورد تایید واقع شد و حمایت شد، رئیس جمهور شد، باز امضا میکنن. پس ذهنیت های نظر به این پیشنهادات، ذهنیت های مثبت و منفی در ذهن افراد و اتباع افغانستان پیدا میشه، ولی چی این نتایج مثبت بده چی نتایج منفی، ولی یک چیز است که با هر حرکتی که با هر روزی که میگذره در اوضاع افغانستان، چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اقتصادی، یک سلسله تحولات را میره که او تحولات از آوان مرحله به مفاد افغانستان مردم افغانستان نخواهد بود. سپاسگزارم. آقای بهزاد، در مورد انتخابات باز هم زمانی که رئیس جمهور اشارات کوتاهی نسبت به انتخابات 2009 داشته باشند و به آمدن جان کری در اون زمان و اینکه باید انتخابات به دور دوم بره، بعدش گفتن به اینکه باید آقای عبدالله به دور دوم انصراف بده، این سوال را ایجاد میکنه و رئیس جمهور هم دست کم به صراحت هم برش اشاره کردن که یعنی آمریکایی ها باید بی‌طرف واقع بمانه یا مداخله نکنن یا فلان کارای. آیا واقعا فکر میکنین در اون زمان هم آمریکایی ها بودن که تصمیم انتخابات را گرفتن و در این بار هم چنین خواهند کرد؟ ببینید، اگر بخوایم که پای آمریکایی ها را در بحث انتخابات ایره یک فتباب بکنیم و سابقه اش را از آرشیف بکشیم بیرون که آمریکایی ها چه کردن، من فکر میکنم به صورت گزینشی منصفانه نخواهد بود که برخورد بکنیم. برویم از آغاز پروسی بون
بیایم بحث را باز بکنیم که چه کسانی در بن دو پا را در یک موزه کردند و برای رئیس جمهور آینده افغانستان یا رئیس اداره موقت او زمان ویژگی های را تعریف کردند و فهرست کردند که با قول معروف چپن را دوختند که جز به اندام آقای کرزی به هیچ تن سازگار نبود. از این جهت اگر ما خواسته باشیم که برگردیم به گذشته، تنها به انتخابات 2009 نباید برگردیم، صرف نظر از صحت و سقم حرفای جناب آقای کرزی. اما اگر این استدلال میشه که خوب دست کم زمانی که تغییر آمد، یعنی دموکرات ها آمدن روی قدرت، این چقدر منطق داره؟ ببینید، ما در گذشته بارها تاکید کردیم که خارجیان نباید در مسائل داخلی افغانستان، این رقابت هایی که مربوط به خود جناح‌های سیاسی و فعالین سیاسی افغانستان هست، دخالت بکنند. متاسفانه آقای کرزی و اداره ناکارآمدی که ایشان در رأسش هست محصول سیاست ناسپروردگی آمریکایی ها هست. یعنی همین آمریکایی ها بودند که سفیر خود را ماموریت داده بودند در انتخابات اول ریاست جمهوری خانه به خانه برای آقای کرزی کمپاین میکرد. ببینید، در این انتخابات چیزی که تفاوت کرده که جناب آقای کرزی متوجه نبود، یا اگر متوجه هم بود خود را به کوچه حسن چپ زده بود یا تجاوز عارفانه پیشه کرده بود، که این انتخابات اولین انتخاباتی هست که 100% توسط افغان ها برگزار میشه. یعنی هیچ عنصر خارجی در نهادهای انتخاباتی ما حضور نداره. نقشی که خارجی ها در انتخابات آینده افغانستان دارن کمک کردن از لحاظ تأمین هزینه انتخابات هست. خوشبختانه وقتی که آقای کرزی این موضوع را در سخنرانی اختتامی خود مطرح کرد، رئیس محترم کمیسیون انتخابات در فردایش پاسخ بسیار قانع کننده و مسدود کننده راه آقای کرزی را ارائه کرد. یعنی گفت که ایج ربطی به آمریکایی ها نداره، ما آمادگی داریم انتخابات اگر به دور دور رفت، ما ظرف میعاد قانونی که در قانون انتخابات هست آمادگی داریم که انتخابات را برگزار کنیم. از این جهت هست که به هیچ عنوان نقش آمریکایی ها را در این انتخابات با انتخابات های گذشته افغانستان اصولا نمیشود که ما مقایسه بکنیم، و انتظاریم که مردم افغانستان داره از خارجی هایی است که به هیچ عنوان وارد رقابت های سیاسی جناح های سیاسی افغانستان و نامزدهای انتخاباتی نشوند. سپاسگزارم. در نهایتش هم ادامه راه این چونینی و چانزنی با گفتن این که نمیشه از راه فشار و در واقع نشان دادن این که نیاز داره افغانستان به کمک ایالات متحده آمریکا راه به جایی ببره نسبت به امضای توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن، آینده را چگونه میتواندید؟ ببینید، من میخوایم بگویم که امضا نکردن این قرارداد از سوی جناب رئیس جمهور به نظر من یک گزینه نباید باشه، و این توصیه من و دقل عرض کنم که شریک ساختن دانش من به عنوان یک کارشناس هستم. و آیا فکر میکنید یک گزینه هم خواهد بود؟ امیدوار هستم نباشه، برای اینکه آسیب های فراوانی میتونه به افغانستان بزنه که دیگه جبران ناپذیر خواهد بود. و چند دلیل میخوایم بگویم که ببینید از چند مسئله را پیش میاره. یکی این که شما وقتی این قرارداد امضا نشه و سوی انتخابات میرین، دیگه حرکت به سوی انتخابات یک قدم به قدم است. نه، شما باید بعضی چیزها رو شرایط رو فراهم بکنی و این شرایط فراهم نخواهد شد و بنابراین ما انتخابات آرام و امنی نخواهیم داشت. یک نکته. نکته دوم این است که جهان وقتی که ایالات متحده آمریکا میگه که این قرارداد باید زودتر امضا شوه، مسئله فشار نیست، مسئله عملی در پیش است. شما ببینید وقتی که میخواین برنامه‌ریزی بکنین برای یک تانکی را، یک موتری را که از افغانستان منتقل بکنین به ایالات متحده آمریکا، باید حداقل یک سال کنیم سال پیش برای ازو برنامه‌ریزی بکنین تا اینکه پروسه خود طی بکنه که اینا منتقل شه به اونجا. و به لحاظ عملی اگر این امضا نشوه، بودجه بندی و عرض کنم که تصمیم گیری در مورد بودن این نیروها دیگه دیر میشه و این مشکلات خلق میکنه، و نه تنها برای ایالات متحده آمریکا بلکه برای کشورهای متحد خودشان. بعضی از کشورها مثلا مثل آلمان مشکلات درونی داره، یعنی شما هر تصمیمی را که اونا بگیرن ناگزیر است از درون پارلمان از اونا پاس شوه، و اینا وقتی که وقت نداشته باشن چنین تصمیمی را نمیتونن بگیرن. این است که من امیدوار هستم که
یه هر چیز زودتر امضا شو. و من فکر میکنم که جناب رئیس جمهور میره درک میکنن که این مسائل هست و کلیتش را خودشون هم پذیرفتن و امیدوارم هستم از لحاظ عملی هم این با توجه به این اطلاعات و عرض کنم معلومات هایی که ارائه میشن که زودتر این امضا شود. یک نکته دیگر من عرض کنم امیدوارم هستم وقت داشته باشم، این هست که یکی از شرایطی را که جناب رئیس جمهور گفتن در اونجا و خیلی زیاد مطرح میشه و اون رفتن به خانه افغان ها یا اصطلاح کشتن افغان ها در خانه هایشون مطرح میشن، ببینید حتی همین حالا هم حدود 98% عرض کنم که رفتن به خانه ها به وسیله نیروهای ویژه خود ما انجام میشه و او چند درصدش هم متناسب با زمان کم میشه دیگه از بین میره. این روز ایالات متحده آمریکا در ژاپن یا در جرمنی در خانه کسی نمیره که اونجا تلاشی بکنه چون نیازش برطرف. سپاسگزارم. کوتاه‌تر و همون ادامه را عرض کنم که تکراراً عرض کنم که برای افغانستان یک موقع طلایی به وجود آمده که ما باید از او استفاده از امیر بکنیم. هرگاه این استفاده صورت نمیگیره یقیناً که ما نه تنها از لحاظ نظامی و از لحاظ انتخابات آینده بلکه در هر سطح از سطوح زندگی خود مواجه یک سلسله مشکلات میشیم و افغانستان حیثیت و آبرو و به اصطلاح ثبات سیاسی آینده افغانستان مورد سوال خود. و سخن آخرم از شما آقای بزن. ببینید من امیدوار هستم که کسانی که امروز در افغانستان در حکومت هستند و هم کسانی که بیرون از حکومت سیاست میکنند با موضوعات اینچنینی که ارتباط کامل پیدا میکنه به آینده افغانستان و منافع کلان ملی جدای از منافع شخصی و جناحی خود برخورد بکنند. ببینید یکی از همون شرایطی که جناب آقای کرزی مانده مسئله جلوگیری از کشتار غیر نظامیان، اگر این شرط را آقای کرزی اصرار بکنه این شرط میدانه که منجر به افزایش تلفات غیر نظامیان شده، یعنی اینکه کسانی که مخالف هستند از جمله طالبان از تاکتیک افزایش تلفات غیر نظامیان برای برهم زدن روابط افغانستان و ایالات متحده آمریکا و در نهایت خارج شدن آمریکاییان از افغانستان بهره گیری بکنند، این شرط خودش میتونه که سبب افزایش کشتار غیر نظامیان در افغانستان شه. از این جهت هست که امیدوار هستیم که جناب آقای کرزی به صورت یک دولت مرد عمل بکنه، هرچند که تا به حال دولت مرد نبوده، ایشان منافع کلان ملت افغانستان و مردم افغانستان و کشور افغانستان به ملاک تصمیم گیری های خود قرار بده نه مقاصد انتخاباتی خود. و یقینا هم آقای کرزی از گروگانگیری این قرارداد طرفی نخواهد بست و سرانجام جز تمکین در اراده در مقابل اراده ملت افغانستان سرانجام نخواهد داشت. آیا واقعا رئیس جمهور کرزی تمکین در برابر اراده ملت افغانستان به بار آقای بیزاد خواهد نمود؟ این زمان پاسخ خواهد گفت. سپاسگزار از آقایان طاهر هاشمی استاد دانشگاه احمد بیزاد عضو مجلس نمایندگان امین حبیبی آقای رابط بلبل. سپاسگزار از شما نیز که تا حال بیننده برنامه دیگر بودید. شما همچنان می توانید این برنامه را در تولونیز.com صفحه برنامه دیگر بیننده باشید. تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت خدا نگهدار.